زن نماد مهر. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان که شنونده ویژه برنامه سخنسرا در ارتباط به 8 مارچ یا روز جهانی زن هستیم. خواستیم ویژه برنامه را تقدیم شما خوبان بکنیم و جملات زیبا، گفته های ناب از پیامبران گرامی، از دانشمندان بزرگ جهان و بیت های زیبایی را در وصف زن از یکی از شعرهای نامدار جهان بر شما در این برنامه تقدیم بکنیم و امیدوار استم که جور و صحتمند و سرحال باشین. باز هم خوشحال استم که اجمل غفوری در خدمت شما قرار داره. آرزو میکنم که برنامه را تا آخر تعقیب بکنین، چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب بکنین و ما هم به نوبه خود روز جهانی زن را برای همه زنان شجاع، زنان دلیر و زنان با عفت و قهرمان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. به یقین زنها هستند که جامعه را تشکیل می دن، زنها هستند که ما را پرورش می دن و زنها نیم از پیکر جامعه هستند. بر ماست که به زنها ارج گذاری بکنیم و قلبن برشان احترام داشته باشیم. به امین امید درب برنامه را با نگرش زیبا از مولانای بزرگ باز می کنیم و گفته هایی که اونا در وصف زن گفتن اندک اشاره می داشته باشیم. زن در اشعار مولانا از سوی نماد عشق الهی، روح جان، زمین و رویش است و از سوی دیگر نماد جسم، نفس دنیا و حرص است. البته این نماد پردازی متخالف ناشی از دوگانگی نگرش مولانا به زن است که ریشه در فرهنگ تاریخی مسلمانان دارد. بخش دیگر سیرت عملی مولانا در قبال زنان در زندگی شخصی و اجتماعی در دو بخش روابط خانوادگی و روابط اجتماعی تبیین می کند. به عقیده دانشمندان این بخش روشنترین تلقی مولانا از زن است. تلقی مزبور در میان عرفا و شعرهایی که اخبارشان پخش شده است. عشق و محبت اکسیر حیات است و بهانه بودن، و اگر عشق نبود هیچ نبود. حتی کسانی که از عشق بی بهرند ادراک از توهی بودن سینه خود دارند و می فهمند که چیزی از حیات کم دارند. این معنا در جهان بینی عرفانی که آثار مولانا نمونه های درخشان آن است ژرف‌تر و لطیف‌تر بیان می شود. عرفا معتقدند که اصل همه محبت ها حضرت حق است و از اوست که محبت در همه استی جاری و ساری می شود. بنابراین دیدگاه مهر و محبت و لطف در وجود زن از دریای بیکران محبت الهی است. اشارات زیبا و اندک از دیدگاه مولانای بزرگ را در مورد زن بر شما تعریف کردم و حالا هم جملات زیبا در مورد زن را از دانشمندان بزرگ جهان با هم میشنویم. امرسون چی می نویسد؟ زن رسماً مربی مرد و مهذب اخلاق است. آناتول فرانس اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد؟ و فریدریش نیچه می گوید مرد آفریننده کارهای مهمند و زن به وجود آورنده مرد است. همچنان احادیث بسیار زیبای از پیامبران گرامی در وصف زن گفته شده که همه و همه بر ما یک سیر خوب فکری است تا ای که ما از او استفاده بکنیم و در مقابل زنان بسیار خوب برخورد داشته باشیم. چنانچه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند هر مرد زحمت بکشد و بر عیالش انفاق کند، خداوند متعال به عوض هر درهم 700 برابر بر او مرحمت فرماید. باسم پیامبر گرامی لطف میکنن و میفرماین از ما نیست کسی که وسعت زندگی بر او داده شود و او بر خانوادهش سخت بگیرد. با پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان بر شما نیکی کنند و از زنان مردم دیده بپوشانید تا زنانتان پاک دامن بمانند. و باز هم پیامبر گرامی ما در مورد زن می فرمایند جبرئیل به قدر در مورد زنان به من سفارش کرد که گمان بردم که طلاق دادن آنان سزاوار نیست مگر اینکه عمل زشت خلاف عفت همسرداری از ایشان آشکار گردد. ببینین عزیزا، واقعا زن یک جایگاه خاص را در دین اسلام داره و همچنان دانشمندان بزرگ جهان، شعرا و فیلسوفای جهان که جملات را
در باب زن درج تاریخ کردن، همه اونا بر ما یک پند است و باید از نمونه های جملات که اونا درج تاریخ کردن ما هم استفاده خوب بکنیم تا بفهمیم که حق زن بالای ما چی است، حق زن در جامعه چی است و ما چگونه باید با زن برخورد بکنیم. و همان گونه که بارها گفته شده، ما میدانیم که زن مادر است، زن خواهر است، زن همسر است، زن جایگاه خاص خود را داره و میتونیم زن را به عنوان نماد مهر نام بتیم و زن یک الگوی قهرمانی است در زندگی ما. و همین گونه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید هر زنی که در مقابل بد اخلاقی های شوهرش بردباری کند، خدا ثواب آسیه دختر مزاحم را به وی عطا خواهد کرد. و همین گونه حضرت امیرالمومنین علی کرم الله وجهه چنین میفرمایند روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر ما در منزل وارد شد. فاطمه علیه السلام نزدیک دیگ غذا نشسته بود و من هم برایش عدس تمیز می کردم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم مرا با لقب ابوالحسن می خواندند. عرض کردم بفرمایید، اظهار داشتند. بشنو از من آنچی را که به دستور پروردگارم می گویم. هیچ مرد نیست که در کارهای منزل به همسرش کمک کند مگر اینکه پاداش او به هر تار مویی که بر بدنش رویده باشد. ثواب یک سال عبادت است که تمام روزهایش را روزه گرفته و تمام شبهایش را به عبادت استاده، شب زنده داری کرده باشد و خداوند به او ثواب می بخشد که به انبیای صابر خود مثل حضرت داوود و یعقوب و عیسی علیه السلام بخشیده باشد. ای علی، کسی که در کارهای خانه به همسر خود بدون سرکشی و دلتنگی و تکبر خدمت نماید، پروردگار اسمش را در دفتر شهدا ثبت می کند و برایش به هر روز و شب ثواب هزار شهید و به هر قدمی که برمی دارد به آن مرد ثواب حج و عمره می دهد و به هر قطره‌ای که از بدنش عرق بیاید یک خانه در بهشت برایش منظور می نماید. ای علی، یک ساعت خدمت کردن به همسر در کارهای خانه بهتر از عبادت هزار سال و هزار حج و هزار عمره و بهتر از آزادی هزار بنده در راه خدا و هزار جنگ در راه دین و عیادت از هزار مریض و هزار نماز جمعه و هزار تشییع جنازه و هزار گرسنه که برای رضای خداوند سیر گردد و هزار برهنه را بپوشاند و بخشیدن هزار شتر به فقرا است. و چنین مرد خدمتگار به زن از دنیا بیرون نمی رود مگر اینکه جایگاه خوب را در بهشت ببیند. بله عزیزا، قسمی که ما و شما هم می دانیم زن از حقوق خاص و بالای برخوردار است، پس خوب است که ما هم این حقوق را بر زنان در جامعه خود بدیم. زنانی که در خانواده ماست، زنانی که در اجتماع ماست، زنانی که در محیط کاری ماست، ما باید ارزگذاری خاص برشان داشته باشیم. و همین گونه ارد، یکی از دانشمندان بزرگ جهان، در وصف زن چی گفتن؟ زن کانون پرفروع خانواده، مرکز مهر، مظهر عشق، نمایشگر پاکی، نمونه عطوفت و چشمه عنایت است. و همچنان اقبال لاهوری چی نوشته است؟ آینده اجتماع در دست زنان است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود، تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد. همچنان فریدریش نیچه، یکی از بزرگان جهان، چنین می نویسد زن وقتی که دوست بدارد غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد. زن بودن بالاتر از معجزه است. خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید، نه از سر او تا بر او مسلط گردد، نه از پای او تا لگد کوب امیال او گردد، بلکه از پهلوی او تا برابر او باشد و از زیر بازوی او تا در حمایت او باشد و از نزدیکترین نقطه به قلب او تا مورد عشق او باشد. پس چه زیباست تا ما به زن عشق بورزیم، به او احترام بکنیم، از زن حمایت بکنیم و زن را نیم از پیکر خود بدانیم. و در آخرین لحظات ویژه برنامه سخنسرای امروز که در وصف زن بر شما ارائه کردم، شعر کوتاهی از سعدی را براتون بخوانش میگیرم. زن خوب فرمانبر پارسا،
کند مرد درویش را پادشاه. برو پنج نوبت بزن بر درت، چویار موافق بود در برت. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. کسی برگرفت از جهان کام دل، که یک دل بود یا وی آرام دل. اگر پارسا باشد خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. زن خوشنمش دلنشین تر که خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. ببرد از پری چهره زشت خوی، نه حلوا خورد سرکه اندودروی. دلارام باشد زن نیک خواه، ولیکن زن بد خدایا پناه. عزیزان شنونده، ای بود ویژه برنامه کنونی که تقدیم شما شد. خواستیم برنامه اختصاصی داشته باشیم در مورد زن، چون روز جهانی زن است. یک بار دیگه از طرف خود، از طرف تیم همکاران که از طریق چینل افغانستان ژورنال تلاش دارن و برای شما برنامه های را ارائه میکنن، پیام تبریکی خود عرض میکنم و این روز خجسته را برای همه زنان جهان تبریک و تهنیت میگم و آرزومند استم همه مردان جهان قدر زن را بدانن و همو حقی که دارن او را ادا بکنن. واقعا که زن نیمه از پیکر جامعه است و بر ماست تا بر زن ارج گذاری بکنیم. فراموش نکنین چینل افغانستان ژورنال را سابسکرایب بکنین و ای که تا برنامه های بعد ما در خدمت قرار میگیریم. هر یکتان به خداوند پاک و بینیاز میسپارم. خداوند حافظ و نگهدار یک یک شما خوبان.